السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیامی روز از طریق تلویزیون سخنمنزوری شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابر. پیام پرزیدنت ریاست‌جمهوری ازبکستان به مجلس عالی و مردم ازبکستان را نمایندگان تمام ملت‌های ساکن کشورمان به خصوص شهروندان ناحیه سوخ با مراق زیاد پیشواز گرفتند. در همه کارخانه‌های تشکیلات‌ها، چایخانه و مجلسگاه‌ها، محله‌ها مراجعت نامه را شنیدند. امروزها در کارخانه و تشکیلات‌ها با مقصد به عامه فهمانده دادن مضمون و ماهیت مراجعت نامه، چاره‌بینی‌ها، جمع‌آمد‌های گوناگون تشکیل کرده می شوند. موضوع را در مثال مکتب رقم دهم ناحیه سوخ دوام می دهیم. در مکتب رقم دهم ناحیه سوخ برای آموزگاران و خوانندگان علاوه تدبیر در موضوع تعلیم با صفت کلید ترقیات مملکت برگزار گردید و در آن نمایندگان اتفاق کسبی ناحیه سوخ و آموزگاران صاحب تجربه دبستان اشتراک کرده به خوانندگان و آموزگاران درباره مضمون و ماهیت مراجعت نامه پرزیدنت مملکت ابراز عقیده کردند. تاکید گردید که در مراجعت نامه اساسا به مسئله تعلیم توجه زیاد داده شده که این نمایندگان ساحه معارف کشور را خیلی شاد نمود، زیرا تعلیم با صفت کلید ترقیات مملکت به شمار می رود. سروری دولت شوکت مهرمانویچ مرزیویف با خلق مراجعت کرده، وظیفه های آینده ای که در سال 2023 برای بجا آوردن با پیشنهادهای خود را بیان کردند. از جمله با ساحه تعلیم بیشتر اعتبار جدی دادن، گذراندن اصلاحات ها در ساحه تعلیم، بلند برداشتن صفت تعلیم در نزد آموزگاران، در نزد معارفچیان وظیفه های بس مهم را گذاشتند که مؤهل کلکتیو مراجعت نامه سروری دولتمان را با دقت مشاهده کردیم و از آن خلاصه های ضروری برآوردیم که در مراجعت نامه تاکید کرده شد که برای بلند برداشتن صفت تعلیم باید آموزگار مهنت اساسی، مهنت جدی نماید. سرور دولت تاکید کردند که برای بلند برداشتن صفت تعلیم در یک بس تشکیل کردن تعلیم، این با جامعه پدگوگی ما نهایت معقول افتاد. در مکتب رقم دهم از بس که سنف خانه ها نمی رسند، خوانندگان در دو بس تعلیم می گیرند و این در فصل زمستان مشکلات زیاد را به وجود می آورد. یعنی تا به انجام رسیدن بس دویم اطراف را ظلمت فرا می گیرد و به خانه خود برگشتن خوانندگانی که از مسافه 2-3 کیلومتر پیاده به مکتب می آیند خیلی دشواری می آورد. اما جمعی آموزگاری مکتب بعد شنیدن مراجعت نامه پرزیدنت مملکت خیلی ممنون گشتند، زیرا پرزیدنت در پیام خود به مسئله تعلیم علاوه ایستاده گذشته ذکر نمود که بلند برداشتن صفت تعلیم یگانه راهی درستی رشد ازبکستانی نو است. ما باید اصلاحاتی در این سمت آغاز کردهمون را ادامه دهیم و مؤسسه های تعلیمی رویم، با آموزگاران و مربیان بیشتر معاشرت کنیم و مسئله های به میان گذاشته آنها در بابت بلند برداشتن صفت یکجایه حل کنیم. از سال خوانش نو در مکتب های همه ولایت ها و شهر تاشکند خوراک به پول جاری کرده می شود. ذکر گردید که سال آینده 70 مکتب نو ساخته 460 مکتب وسیع کرده می شود و تعلیمی که در دو بس تشکیل کرده شدند تماما برهم داده می شود. اقرار باید شد که سالهای آخر در ساختار تعلیم اصلاحات وسیع مقیاس گذرانیده شده، در ساحه تعلیم نوگانی های زیاد به عمل آمدند. اهل دبستان رقم دهم نیز از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده در رشد ساحه تعلیم سهمی برجسته میگذارند. خوانندگان مکتب در مسابقه و آزمون های ناحیوی جای های نمایان را اشغال کرده باشند. یکی از آموزگاران ایجادکار رهبر اتفاق کسبی مکتب اعظم مولان برای تشکیل تدبیر و چاره بینی های گوناگون در مکتب و کارهای بیرون از صنفی، رواج دادن فعالیت محفل های ادبی دبستان با نشان سرسینگی علاچه تعلیم خلق ریاست‌جمهوری ازبکستان تقدیرانیده شد. در حقیقت اعظم مولان ارزنده چنین نشان سرسینگی بود. در ترغیب تشویق نمودن ساحه تعلیم اعظم مولان مهنت بی اندازه دارد و سرور محفل الهام زبان پایه ملت است. امروز یکی از شاگردان اعظم مولان در آزمون کتابخان سنف که فعالانه اشتراک میکرد، نشانبوی و مرجانه در ناحیه سزاوار جای دویم و سزاوار دیپلم درجه دویم گشت. من خدمت های کنترلی ما را به حساب گرفته به نشان سرچینگی سزاوار دانستند. این نه فقط برای خود بنده، بلکه از آن تمام جماعه آموزگاری مکتبمان، خوانندگان، خادمان مکتبمان میشمارم. من فخر از آن دارم که در ازبکستانی آباد و فراوان و آسمانش مصفا زندگی دارم. این حسیات خود را با چند مصرع شعر جنبش کردنیم.
سرافرازم که در عالم چنین زیبا وطن دارم، در آغوش وفایش بهره ها از علم و فن دارم. زینوری معرفت گشتم منور خانه بختم، به دوران سربلندی ها زیبختی خیشتن دارم. پرزیدنت در مراجعت نامه خود وقتی درباره ساحه تعلیم حرف زد، قید نمود که پیش از همه مقام و منزلت آموزگار را در جامعه باز هم بلند برداشتن لازم است. قدر نمودن آموزگارانی که در رشد ساحه تعلیم و تربیه نسل نورس نمونه فداکاری نشان می دهند، یکی از مسئله های مهمترین به شمار می رود. واقعا در مملکت ما اعتبار به حضرت انسان در سطح بلند بوده، قدر کرده شدن یکی از آموزگاران ایجادکار مکتب رقم دهم دلیل گفته های بالایی است. در دوام تدبیر به خوانندگان فعال مکتب نیز تحفه و افتخارنامه‌های مخصوص تقدیم کرده شد. در واقع راهبری دبستان در ذمه آموزگار ایجادکار روشن مومین بوده، با تشبث او در مکتب کتابخانه زمانوی و مجسمه رمز دوستی خلقای تاجیک و ازبک مولانا عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی برپا کرده شده است. امروزها در و دروازه قسم های حربی برای اهالی خصوصا جوانان و خوانندگان مکتب ها همیشه باز است، زیرا برای در روح حربی وطن پروری تربیه نمودن نسل جوان و نسبت خدمت حربی افزودن شوق و هوس آنها در یکجایگی مکتب و قسم های حربی، گذرانیدن نمایشگاه قرال و اسلحه و تدبیر و چاره بینی ها خیلی مهم است. موضوع را در مثال یکی از قسم های حربی ناحیه سوخ دوام می دهیم. بولر بو خدمت ایتمیز لقب ویلی. در قطار دیگر ساحه ها در ارتش ملی کشورمان سالهای اخیر اصلاحات گذرانیده شده، برای محافظان وطن امتیاز و امکانات زیاد فراهم آورده شد. در قسم حربی که در جمعی شهروندان محله غزنا به ناحیه سوخ جایگیر شده است، روزی درهای گشاد تشکیل کرده شده، در آن خوانندگان مکتب های حدود سکتور یکم اشتراک کردند. خوانندگان سر اول از حرکت و مهارت سگ خدمتی دیدن کردند. Yaxshi ovozni bajarib turishga ishora beramiz. Hurra! Joyinga. Yo'q. Sekin chekiraverasiz. Molodets. Badiyon namoyishgohi qurol va asliha va texnikahoi harbiy bargozor kardid va dar on baxonandagoni maktab tarzi istifoda az qurol va asliha nishon doda shod. Dar bore imkoniyatohi mavjuda ma'lumotho dodand. Metavon goft ki artish milli mo bo texnika va anjomhoi zamonavi harbiy ta'min karda shuda ast. Namoyishi qurol va asliha va texnikahoi harbiy baxonandagoni maktab xele pisand omad va dar onho ta'sirot xob boqi guzosht. Sharoiti ki baraye harbiyon ofarida shuda shinos shudem. Az qurol va asliha istifoda burdem. Dar oyanda min harbiy shudan ro orzu دارم در وطن خودم خدمت میکنم. در قسم حربی مذکور برای خدمتچیان حربی همه شرایط ضروری فراهم آورده شده است و خوانندگان در دوام چوربینی از تالار ورزشی، خانه معنویات، کتابخانه و آشخانه قسم حربی دیدن کردند. با آنها درباره امکانیت و اقتدار قوه های مسلح ازبکستان از جانب خدمتچیان حربی معلومات داده شد. ushbu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad bugungi kunda harbiy xizmatchilarga berilayotgan shart-sharoitlar yoshlarga tanishtirish hamda chegara qo'riqlash zotlarimizda mavjud bo'lgan o'sha harbiy texnika va qurol aslahalarini o'quvchilarga tanishtirish va ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Ushbu tadbir yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, shuningdek, ularni harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim rol o'ynaydi. تبریک که خبر دارید، تا 15 ینوری سال آینده در مملکت ما ماه وطن پروری اعلان شده است. به همین مناسبت در هر قسم حربی با اشتراک خوانندگان مکتب و جوانان متشکل و نامتشکل محله ها گذرانیدن تدبیر و چاره‌بینی ها در نظر داشته شده است. در اینستیتوت پیداگوگی شهر حقند لطیف در دایره 5 تشبث مهم پرزیدنت هفته دانشجویان سوخی اعلان کرده شده. در این مدت دانشجویان با هم از روی نمودهای مختلف ورزش، کتابخانی و نمودهای صنعت قوا آزمایی کردند. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در اینستیتوت پیداگوگی شهر قوقند نزدیک 250 نفر دانشجو از ناحیه سوخ تحصیل میگیرند و جهت اهمیت نوکش در آن است که دانشجویان سوخی در همه کار اینستیتوت پیشرو و پیشپر میباشند. با تشبث اینستیتوت مذکور و اگنتی کار با جوانان ناحیه سوخ در این درگاه علم تدبیر هفته دانشجویان سوخی اعلان کرده شد و در دوام یک هفته دانشجویان از روی 5 تشبث مهم با هم قوا آزمایی کردند، یعنی از روی همه نمودهای ورزش، مسابقه و آزمون های کتابخانی و بهترین سرود و بهترین
اینجینر و بهترین رسام جوان برگزار گردید. در مسابقه و آزمون ها جوانان ناحیه ما خیلی فعال اشتراک کرده اقتدار و استعداد خیش را نمایان کردند. Barchamizga ma'lumki, 2020 va 21 yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan so'xlik yoshlar uchun 500 ta kvota ajratilgan edi. Ushbu kvotadan foydalanib so'xlik talabalar Qo'qon davlat pedagogika institutida ta'lim olib kelishmoqda. Kuni kecha Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori tomonidan so'xlik talabalarga so'xlik talabalar haftaligi uyushtirib berildi. Ushbu tashkil etilgan talabalar haftaligida so'xlik yoshlarimiz faol qatnashib munosib o'rinlar egallashdi va oliy ta'lim muassasasi tomonidan rag'batlantirishlarga sazovor bo'lishdi. 5 tashabbus doirasida tashkil etilgan ushbu tanlovda iqtidorli, iste'dodli, bilimli so'xlik talabalarimizni yuzaga chiqarishdan va rag'batlantirishdan iboratdir. Musobaqa va ozmunho dar bayni دانشجویان سوخی یک هفته دوام کرد و بعد آن مراسم جمع‌بسته و تقدیر نامه‌سازی غالیبان و دانشجویان فعال برگزار گردید. در چهارابین نمایندگان اجنتی کار با جوانان ناحیه سوخ نیز اشتراک کردند. از جانب ماموریت اینستیتوت تاکید کرده شد که دانشجویان سوخی خیلی فعال بوده، توجه حاکمیت ناحیه سوخ نسبت آنها نیز خیلی بلند است، زیرا با اشتراک حاکم ناحیه سوخ واخوری‌ها در اینستیتوت ما با دانشجویان سوخی سال دو سه مراتب تشکیل کرده می‌شود، گفتند آنها. در تشکیل هفته دانشجویان سوخی نیز سهم حاکمیت ناحیه سوخ برجسته است. در چهارابینی به غالبان مسابقه و آزمون ها و دانشجویان بهترین از جانب اجنتی کار با جوانان ناحیه سوخ و اینستیتوت پدگوگی شهری حقند لطیف تحفه های خاطروی و افتخارنامه های مخصوص تقدیم کرده شد. رهبر دولت در مراجعت نامه خود به عالی مجلس ذکر نمود که به قدر بی‌بهاترین نعمت صلح و آرامی رسیم. این ثروت بزرگ را بهر سعادت آیله ها، فرزندان و نسل های آینده ما نگه داریم. با این مقصد ما باید به تربیه جوانان خود در روح حربی وطن پروری بلند برداشتن محبت و صداقت آنها به وطن اهمیت بیشتر دهیم. آید مسئله در محله سری کنده ناحیه سوخ واخوری کهنسالان و جوانان نیز برگزار گردید. پرزیدنت در مراجعت نامه خود درباره تربیت نسل جوان علاهیده استاده گذشت و ذکر نمود که ما در جامعه خود به هر گونه رادیکالی شوی، زهرالود کردن ذهن جوانان ما با غایه های خرابی آوری بیگانه، استفاده از دین به هدف های سیاسی، جایگزین جهالت را به معرفت ناکی راه نمی دهیم. برای این نه فقط تشکیلات های مسئول بلکه همه ما باید بابت کشاده دادن ماهیت انسان دوستی دین مبین خود در آیله، محله و مؤسسه های تعلیمی در روح ملی و ارزش های عموم بشری تربیه نمودن فرزندانمان کار پیش بریم. طوری که در واخوری کهنسالان با جوانان محلی سری کنده تاکید کرده شد، واقعا خطرهای از قبیل رادیکالیزم، افرادگرایی، تروریسم، سودای آدم، نشئه‌مندی که در سراسر جهان افزایش یافته ایستاده است، متاسفانه ما را نیز در کنار نمیگذارد. از این جهت در محله ها گذرانیدن چهارابینی ها با اشتراک کهنسالان و جوانان به مقصد موافق است. در چهارابینی پیران روزگار نمایندگان دین درباره رادیکالیزم، افرادگرایی و گروه های ناپاک و ویرانکاری که دین مبین اسلام را نقاب کردند معلومات ها داده، به جوانان گفتند که هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی خیلی احتیاط کار باشند، زیرا غایه های ویرانکار اساسا توسط اینترنت به معنویت ما هجوم کرده استادند. پدر مادر ما مراجعت که می گفتیم که پدران مادران التماس تربیه نسل نورس و تربیه فرزندتان و آینده فرزندان ما بی پروا نشویم، حرکت کنیم که فرزندان ما هنم مسکن این معرفت بامده، هنم مکتب بامده یک صاحب این معرفت شده، آینده یک صاحب کسب و هنر شده، آینده یک کامل انسان شده، وایو رسیدن شما همه هم یک تن یک جان سعی کوشش کردیم مادر. الله تعالی زمانم یا بار دیگر تینجی آرامی آسایش برقرار کند، بردام کند، پرورگان جوان هم و یاش هم و عقلاشون و ذهنشون را برا کند، خاطرهاشون را مستحکم کند، همه آشان آینده از هم درگاه مقدس یک صاحب معرفت شده کامل انسان شده برامده برفتنشون را نصیب روزشان کرده. آیا در کشوری ما که امام بخاری، امام ترمیزی، امام ماتوریدی بر این علامه های بزرگی به امت مسلمانان سبق داده بوای رسیدند، افراد در این بابت گمراه شده به عقیده های رادیکالیسم و افرادگرایی داده شده بوده می توانند؟ البته نه. از این جهت ما را ضرور است که تاریخ قدیمی و بای خود، به خصوص فعالیت اجدادان خود را
که در شرایط نهایت دشوار غایه های علم و معرفت، آزادی انسان، آزادی مردم، محبت و صداقت به وطن و ارزش های ملی را دلیرانه ترغیب کردند، باز هم عمیق آموزیم. مبارزه دلاورانه و فداکاری های آنها در راه مقصدهای بزرگ در بنیاد نمودن ازبکستان نو به همه ما اول و جوانانمان باید مکتب حقیقی عبره شده خدمت کند. در آخر چاره‌بینی بار دیگر تاکید گردید که در همچون برکمال انسان‌های به کشور فدایی تربیه نمودن نسل نورسمان به پیرانسالان محترم خود تکیه میکنیم و پند و اندرز آنها احتیاج داریم. حیات تعیین نموده آنها برای امروزیان واقعا نمونه عبرت است. عزیزان دل و دیده، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می‌دهد و شما توسط این صحیفه با خبر و رویدادهای مهمترین کشورمان شناس می‌شوید. توجه کنید. پرزیدنت ریاست ازبکستان شوکت مرزیویف امروز با وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی خالد الفالح ملاقات کرد. در روزنامه جلسه مسئله های تطبیق لایحه های بزرگ سرمایه گذاری در ساحه های انرژتیک، صنعت کیمیا، کشاورزی، رشد انفراساختار، بانک داری، سیاحی و دیگر ساحه ها موجود بودند. با پیشنهاد سرور دولتمان امکان اشتراک شرکت های سعودی در پیشبرد لایحه های افضلیتناک منطقوی بررسی شدند. در یکی از کمپلکس های زمانوی شهر فرغانه برای 102 نفر کودکان 15 خانه کودکان اویلوی ولایت ما و کودکان تحت وسایت و سرپرستی گرفته شده چاره‌بینی ایدانه سالینوی برگزار گردید. در چاره‌بینی برای آنها دسترخوان سالینوی آراسته شده، با آنها تحفه های ایدانه تقدیم کرده شدند. 22 25 دکبر سال 2022 هیئت جمهوری ازبکستان تحت رهبری وزیر کارهای خارجی ولادیمیر نوروف جهت اشتراک در نهمین جلسه وزیران کارهای خارجی مکالمه آسیای مرکزی پلوس ژاپن به توکیو سفر میکند. روزنامه چاره‌بینی در پیش ایستاده مسائل همکاری در ساحه های رشد علاقه نقلیاتی، لوجستیکا، کاپراسی صنعتی، تندرستی، معارف و اقتصادیات سبز را در بر میگیرد. وزیر کارهای خارجی ازبکستان در دایره سفر یک قطار گفتگوشنید های دو جانبه و بسیار جانبه اینچنین با نمایندگان دایره های تجارتی ژاپن و هموطنان ملاقات ها انجام می دهد. خبر می دهد خدمت مطبوعات وزارت کارهای خارجی جمهوری ازبکستان. باز یک نوگانی مهم، با تشبث شعبه معنویت و معرفت ناحیه سوخ کتاب عالمان تاریخ شناس ارومبای صوفی و رحمت جان ارسلانزاده تحت نام سوخ قدیمی و سلم مسکن نشر شد. کتاب درباره تاریخ زیباترین کهن دیار وطن ناحیه سوخ می باشد. بینندگان عزیز، در دام این لحظه ها هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون سو خصوصا ایجادکاران بخش خبری پیام روز سعی و حرکت کردند و شما تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانند و در همین جا به بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.